بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين پارکینگ لات را که میبینن مربوط مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه است که در ساحه تقریبا اضافه تر از 2 اکر زمین اعمار میشد. این 2 مجرای دخولی و خروجی دارد، یک مجرا اونجا است و یک مجرا اینجا است و این پارکینگ لات که از بسیار وسیع و کلان است شب طوری که شما میبینن و کار بسیار زیاد داره، کوتای خاک و دیگاره که دیدن را میبینن کل از این باید جای و جای شود، بعض جای ها قطع می شود، بعض جای ها پر می شود و باید این کمپکشن درست شود، خوب صحیح کوبیده شود و بعد از او تست می شود، بعد از تست باز جغل اندازی و یا می شود، بعد از او باز بعد از جغل اندازی اسفالت می شود تا که این سیتی و انجینر ها یا این را تست نکنند و از تست تیر نشود اجازه نمیدن که اسفالت شود، این باید اسفالت شود. برعلاوه از این ما در قسمت بالایی از این پارکینگ لات یک کافتریا و مکتب در نظر داریم و پایپای آب و گاز و سوور و باران و یا کلگی انمال از زیر از این پارکینگ لات باید بگذاره. در غیر از او اگر حالا تیر نکنیم باز داینده مجبوری را دوباره بکنیم تا این پایپا را تیر کنیم. تمام چیزهای مربوط مکتب و کافتریا این مال از برق گرفته تا سوور و او تلفون و کیبل و گاز و کل از این مال تیر میشد از زیر پارکینگ. اینی یک خودش به ذات خود یک پروژه بسیار بزرگ و کلان است که اضافه تر از 60-70 هزار دلار تنها اینمی پایپای از کافتریا و مکتب یا میشه دیگه. به اون خاطر اگر کار زیاد است یک چند وقت شاید کارش دوام کنه. به خاطر از این که کار پارکینگ لات انشاءالله تمام میشه و پول کافی برزی داریم، منتها ما پلان ما ایست که بعد از اینکه پارکینگ لات تکمیل میشد عقب کار پارکینگ لات کار کافتریا رو شروع کنیم که کافتریا فعلا یک بسیار معضله کلان است و یک ضرورت بسیار مبرم است برای افغان ها در این منطقه. برازو یک ذر پول زیادتر کار است، شاید حدود 1 میلیون دلار چقدر پول مضرورت داشته باشیم. اینال همون کسایی که یک قلوزویت خدا ندادند یا همون پولی که بر پارکینگ لات جمع میکردند دور ندادند یا کسایی که میخواهند دونیشن کنند یا خیرات بدند، اینمی بهترین جایش است که هم به کمیونیتی خود یک کمک کنند و هم خیرات کنند و هم یک آبروی زنده و مرده کل افغان ها اینجا تامین شود در این مسجد مبارک ابوبکر صدیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تعالى في كتاب الحكيم في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. طوری که در روایات آمده است شخصی به حضور پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خود را بیرساند و از آن ناجی به شریعت میپرسد. البته این شخص و این شخصی که در حضور مشرف شده است مشکل دارد، نیایش دارد به درگاه خداوند متعال و مسائل پیش روی دارد که توسل می کند به دعا به حضور خداوند و بعدا از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می پرسد که یا رسول الله، آیا خداوند با ما نزدیک است که من مسئلت و یا سؤال خود را به صورت آهسته از آن بکنم و یا این که خداوند دور است که من با داد و فریاد بلندتری به حضورش تضرع کنم تا جواب دعای من را بدهد؟ البته این شخص یک شخص عربی سیاه بادی نشین است که الحمدلله به صحبت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رسیده است و در این وقت پیامبر بزرگوار جوابش را نمی دهند و منتظر می باشند که خداوند چی عمل می کند. اینجا یک نکته بسیار مهم و بارز نهفته است که در بسیاری مسائل زمانی که از پیغمبر سوال می شود و پیغمبر را میگویند که در فلانه مسائل چیست و به پیغمبر باز وحی می شود که جوابش را این قسم بگوید و در آنجا با این قسم از پیغمبر بزرگوار سوال می شود که میگویند که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. زمانی که تو را سوال می کنند ای محمد صلی الله علیه و سلم از روح، بگو که روح از امر پروردگار من است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا و من بنده ای هستم که یک اندکی از علم خداوند برای من از خداوند علم داده است. و یا در مسئله از پیغمبر سوال می کنند که یسالونک عن الساعت ایان مرساها و پرسان می کنند که ای محمد در روز قیامت چی وقت است و آن وقت است که به پیامبر امر می شود که بگویی که روز قیامت روزی است که خدا می داند که چی وقت است، از جمله مغیبات است. و یا یک سوالای دیگری مانند آن که در قرآن عظیم الشان ما و شما قرائت می کنیم که یسالونک عن الانفال و غیره، باز هم جوابش به وحی به پیامبر بزرگ اسلام فرستاده می شود. در اینجا این شخص در حضور پیغمبر زمانی که این سوال را می کند لحظه تیر می شود که جبرئیل امین نازل می شود و این آیت مبارک را برای پیغمبر می خواند و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع. یعنی زمانی که کسی از تو پرسان می کند ای محمد که آیا خداوند نزدیک یا دور است، برایش بگو که ما نزدیک هستیم، ما با شما هستیم، خداوند لامکان است. اما باز هم به صفت لامکانیت خداوند در همه جای هست و نزدیک است. چنانچه در آیت دیگری خداوند می فرماید که و نحن اقرب الیک من حبل الورید و ما نزدیکتر هستیم از شارف گردن به شماها. در اینجا موضوعی است که خدمت شما چند دقیقه که فرصت داریم راجع به یک
طبقه مخصوصی از بندگان خدا صحبت خواهیم کرد. شما پرسان خواهید کرد که اون طبقه که مخصوصی که در نزد خداوند آنها به ارزش و اعتبار زیادتر دارند کیها خواهد بودن؟ بعضی ها خواهد گفتن که علما هستن؟ نخیر. متصوفین هستن؟ نخیر. کسای دیگری که خیر و خیرات و در جامعه چی هستن؟ نخیر. البته از یاس طبقه بهتری هم وجود دارد. اون طبقه کیست؟ اون طبقه طبقه تائبین هستن، کسانی که توبه می کنن به حضور خداوند و همیشه اعمال خیش را محاسبه می کنن و بعدا در حضور خداوند استغفار می جوین و از خداوند عفو می خواهن. ما به شما همه روزی یک بزنسی داریم، زمانی که شام می شود و بزنس خود را بسته می کنیم، هر بزنسی که باشد، خواه مسائل اقتصادی باشد یا مسائل دیگری، در آخر روز محاسبه می کنیم که ما چقدر فایده کردیم و چقدر ما نقص کردیم و چقدر ما سود بردیم و بعدا به خانه خود می آییم که خوشبخت هستیم که ما اینقدر سود بردیم امروز. اما همین مسئله عبادتی که خداوند بر ما و شما فرض گردانیده و چیزهایی که لازم است که ما به خداوند ادا کنیم، آنها هم محاسبه دارد. کدام یک از ما و شما هستیم و شب فکر کردیم که ما چی کارهای خیلی را انجام دادیم و چی کارهای شر را انجام دادیم امروز و از کارهای شر خود در حضور پروردگار استغفار می‌خواهیم؟ و این وظیفه کیست؟ وظیفه تائبین است. کسانی که توبه می کنند در نزد خداوند، روی همین اساس است که آیتی که خدمت شما بیشتر قرائت شد، خداوند در این آیت شروع می کند که التائبون العابدون. پیش از اینکه عابدون را ذکر کند، پیش از اینکه حامدون را ذکر کند، پیش از اینکه روزدانان را ذکر کند، پیش از اینکه رکوع کنندگان و سجده کنندگان که اهل نماز هستند آنها ذکر شود، خداوند با کلمه تائبون ذکر می کند. ببینید که مقام توبه چقدر در نزد خداوند مقام بزرگی است که از همه پیشتر تائبون ذکر شده است. واقعا زمانی که در هر مرحله و هر علمی را که ما مطالعه میکنیم و خصوصا کسایی که مطالعات در راه سلوک و تصوف دارند، تمام مقامات تصوف و داخل شدن بر منازل تصوفی از توبه شروع میشود. توبه چیست؟ از آن گناه‌هایی که کرده است استغفار می‌جویم و از آن گناه‌هایی که در آینده خدای ناخواسته متصور است که بکنم و از آن دوری می‌جویم. و در اینجاست که خداوند مرحله و یا منزله توبه کنندگان را بسیار بلند ذکر می‌کند. و در یک جای دیگر خداوند در آیت مبارکه می‌فرماید که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. در اینجا جواب یا خبر این جمله مسئله فلاح و رستگاری است و خداوند می فرماید که ای بندگان، ای مؤمنین، ایها المؤمنون گفته تمامی شما به حضور خداوند توبه کنید تا یک رستگاری یابید. یعنی زمانی که عفو و تقصیرات و پوزش از خداوند بخواهید، آن وقت است که رستگاری می حاصلتان می شود. بعضی مردم فکر می کنند که ما خب 5 وقت نماز خواندیم، روزه رو گرفتیم، زکات دادیم، حج کردیم، به فقرا کمک کردیم، دیگه ما چی؟ کدام چیزی دیگه نداریم؟ نخه، بلکه او خداوند حقوق زیادتری با شما دارد. اگر هر یک از اعضایی که خداوند برای شما داده است به او وظیفه را انجام می دهد، اگر محاسبه کنیم ببینیم که هنوز ما چقدر در نزد خداوند قرضدار هستیم که شکر این نعمت را کرده نمی توانیم. آن قلبی که خداوند به شما داده است و 80 یا 90 یا 100 سال یا زیادتر می زند و یک دقیقه هم استاد نمی شود که استاد شدن از او باعث مرگ انسان می شود،
آیا شکر این ضربان قلب خود را کردیم؟ آیا شکر از نعمت این دستهایی که با شما 3500 وظیفه مختلف انواع مختلف انجام می دست کردیم؟ آیا شکر نعمت دیدن شما که رنگهای مختلف زیبایی های طبیعت و زیبایی های دنیا را با چشم خود مشاهده می کنیم و از اون لذت می برید؟ آیا اینها را کردیم؟ اینها همه که شکر دارد. فلحاظا انسان هرقدر که باز هم در راهی که خداوند امر کرده است استوار باشد، باز هم نمیتواند که شکر خداوند را به جا بیارد. لازم است که توبه نماید که ای خداوند بزرگ، که تو اینقدر نعمت را و لذت را به من داده ای و ما لیاقت اینقدر لذت و نعمت تو را نداریم، از حضورت استغفار می طلبیم و ما را ببخش. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که من در هر روز به خداوند قسم که 70 مرتبه استغفار می جویم. استغفار برای چی؟ پیغمبر گناهی ندارد، پیغمبر معصوم است، در نزد خداوند پاک و بی‌آلایش است، اما باز هم همین پیغمبر برای شکر نعمات باز هم توبه می کند، می گوید که من توبه می کنم به حضور خداوند و استغفار می جویم. برای اینکه پیامبر بزرگ یا پیامبران حقوق خود را و وظایف خود را در مقابل خداوند می دانند. همچنان به تاریخ 26 جولای که 4 اسد میشه به سال 2006 مجمع عمومی در اجندای خود داشت که 11 نفر طبق ماده 4 بند اساسنامه انجمن به حیث اعضای هیئت مدیره انتخاب کردن. در چی ما گفته شده که اینا برای 2 سال وظیفه دار می باشن و خوشبختانه یا متاسفانه 4 سال شده که ما هیچ دیگه امو اشخاص بودن تا حال هستن و از این اشخاص هم بازشان نیستن، بازشان کمتر آمدن. من می خوانم نامایشان را. دمی خود فیصله را یک دفعه برای شما میخوانم. مجموع عمومی انجمن واد بزرگ سالان میگفتیم آل سالمندای افغان مقیم به ایریا در کالیفرنیا شمالی، آجندا انتخاب هیئت مدیره به تعداد 11 نفر. مجلس فیصله کرد که با حضور بیش از 90% اعضای محترم انجمن نصاب لازم برای انتخاب اعضای هیئت مدیره پورا شده. هر یک از اعضای مجلس حق کاندید کردن خود را در هیئت مدیره دارند. هرگاه با تعداد فوق کاندید موجود نگردد، اعضای مجلس می توانند شخصی را کاندید نمایند و آن را مجلس تایید کند. از آنجایی که تعداد 11 نفر کاندید موجود گردید و شخص دیگر خود را کاندید نکرد، بنابراین مجلس 11 نفر کاندید را به اتفاق آرا مورد تایید قرار داد که اسمایشان عبارتند از: 1. محترم عبدالرشید بینش. 2. محترم نور محمد جوشن. 3. محترم اسدالله نوری. 4. محترم شاه آقا مجددی. 5. محترم دکتر سید دل. 6. نام مستر اینجا عبدالله کاظم. 7. محترم محمد اقبال رهبر توخی. 8. محترم دکتر رحمان شاه مومن. 9. محترم محمد طاهر قدوس. 10. محترم محمد فرید زازای. 11. محترم محمد ولی سرخابی. وقتی نام ولی جان سرخابی را میخوانیم امون روز به خاطر من میاد. اونا روز اولشان بود که آمدن و جدال کردن که من میباشم در اینجا در اولین روز خود و متاسفانه که امون هم اولین روزشان بود و هم آخرین روز و ما با احترام که تازه آمده بودن ولو که از سوابق هم هیچ آگاهی نداشتن، دیگرها 1.5 سال پیشتر کار کرده بودن و یه اساسنامه و اینا رو حتی اونا هم یه اساسنامه رو نخوانده بودن. خب به احترامشان مجلس موافقه کرد که
یک نفر از اعضا خودش خود پس کشید که جای بر از اونا خالی شد. به یاد ما هست دمی اتاقشت شد. بر صورت اینجا دکتر صاحب رحمانشاه موهن دیگه مسئولیت پیدا کردن جای دیگه و نمین دکتر صاحب دل مریض هستن آمده نمیتونه ولی جان سرخابی از امون روز ماریلا داده دیگه نامده دیگرها در همینجا هستن. این حالی من فکر میکنم که گذشته از اینکه اینا هستن یا نیستن ما هم اشخاص داریم که ممکن است یا خودشان هر کسی که اینجا چون این تعامل همی بوده که گفته شده هر یک از اعضای مجلس حق دارن حق کاندید کردن خود را در هیئت مدیره دارن. هرگاه به تعداد فوق کاندید موجود نگردد اعضای مجلس می توانند شخصی را کاندید نمایند و آن را مجلس تایید کند. در قدم اول این چانس را ما می دهیم برای هر کسی که خودش کاندید از این باشه، چون در ظرف از این چهار سال اعضای جدید در اینجا آمدن، در پاکستان شامل کار هستن، اعتقادشان به اینجا هستن، یه انجمن فعال است به سوی گروپ های امریکایی اینا بسیار وقت مجالس دارن اینا، در یکی دو مجلسشان ما هم اشتراک کردیم، البته یکی از اعضای دیگهشان هم داماد آقای ناصری هستن که او هم افغانستان میرن و میاین و همین جوان های فعال هستن به اصطلاح هم انگلیسی زبان و هم کامپیوتر باز اما اصطلاحی که می گفتن چیزی که ما نیستیم اینا هستن. از اون خاطر ما اینا رو در پالوی خود یک ودیعه می داریم، یک نعمت می داریم، چیزی رو که ما کمبود داریم اینا دارن و یک روز است که ما در حالت بازنشستگی هستیم و اینا متکفل همه تا رنجمن با اعضای خود میشن که نیچه کاشان سفید خواب شد و نیچه کاشان سفید. بر صورت ما خوش هستیم که همین سلسله ادامه پیدا میکنم و ما از بنمایندگی از رنجمن از زحمت هایی که اینجینیه سب کشیده در این حال تشکر میکنم و آمدیم سر اصل موضوع. امروز شما رو با بار اول میبینم اما تعریف های شما در در کشیده یکی از اعضای ما آمد و مسئولیت های با عهده گرفت. این نشانه خوبی های شماست. آقای هادی رفی بله شما که کمک را کردیم که خب ما در یک مدیکه قرار داشتیم و انجینیر سه و همین وظیفه را باعث روحیاخال ما شما قبول کنیم و تا جای خوشیست کنیم. مشکل اساسی ما در این نبود که خب ما تغافل کرده باشیم. ما یک نفر را داشتیم. خوشبختانه اونا فول تایم جاب پیدا کردن. حساس ما گیر ماندیم که بسیار وقتان برای انتخاب دیگه نداشتیم. اما ما پیشتر به رضا عرض کردم که نیت صاف و پاک از این انجمن برای خدمت همیشه خدا برش کمک میکنه و یک نفر را معذف می سازه که کمک شاروید و موجودیت شما امیده هم است. دیگه ما امید می تونم که نه تنها شما به حیث روختیاپال در اینجا بلکه به حیث کسی که چند روز بادتر شاید دمی خیلی فرسن تاک می توشم. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین. سوال سید مرسلین. اسم ما هادی است، عبدال هادی، هادی هم گفتم میتونین. About my education. اگر میخواین my educational background، درست خود my bachelor's چیز گرفتم criminal justice and psychology and behavior psychology. And the reason I came in this field، من این فکر ما در موسان تعالی شدم، بسیار مشکلات دیدم. از فامیلی، قوم، خشم، بسیار درد و زرنج دیدن. تا در امریکا که آمدم، بسیاری افغانی ما امی تفتیدن، نه کمک، نه کس نبود، از ما همین چیز که میتونست از پیدا میکنیم نون از سرک، از کلش دونیشن بود کل ما میفهم که چه مشکلات تیه کدیم ما فیلان ما خودم در امه کالج I was a pre-med student بودم ما گفتم باش، ما میخوام دقام زیادتر خدمت وطن خود کنم مردم خود کنم هر کار که انسان میکنه
خداوند آگاه است، مطلب خداوند برکت میده. مقصد انسان در نیت که پاک باشه، راست باشه، در گپ خود راست باشه. اگه نیت است، و یکی گپ میزنی. هم گپ که میزنی، خداوند مشتم میشه. گروه باید، you have to keep your word. کمی یک کسی کمک میکنی، زدم زدم تشکر. حضرت استاد مجددی از شاگردان زنده یاد دکتر جاوید هستن که دکتر جاوید با وجود عالمی از فرهیختگی نتوانستیم که ما انجمن خود دوامدار ادامه بدیم، در حالی که من متوجه میشم که انجمن شما در حقیقت موفق‌ترین انجمن افغان هاست. تنها یکی از شعرهای حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که در خواست انگور همه موجود داریم. در این حال عجب کاری شد که استاد انصاری در مورد سراج الاخبار و طرزی صحبت کردن. ما به اجازه انصاری سر بگیم که البته ما این شعر سرخ و سفید همدم خوبان در همین جا هم آوردیم، در این کتابی که ما در این سالهای آخر چاپ کردیم، بردن شعر به میان مردم. ما فکر میکنم با یوسف بگم که این شعر در زمان امیر حبیب الله خان سروده شده، چون سراج الاخبار در زمان عبدالرحمن خان نه بلکه در زمان امیر حبیب الله خان به چاپ رسید. و کاری که طرزی کرد با دریغ که طرزی را به پشتونیزم مردم امروز متهم میکنه، در حالی که برای بار اول بود که محمود بیگ طرزی شعرای محلی را اجازه داد که شعرشان در سراج الاخبار چاپ شود. همین که کارهایی که این عجل میکنه بیخ بنیاد خلق کل میکنه، حتی از نقطه نظر وزنی این ضعف داره، اما با بزرگی خود که طرزی داشت این را اجازه داد که چاپ شود. یا شعر سرخ و سفید همدم خوبانمه، در اون وقت از این کار او را توجه نداشتن که یک بهره‌برداری سیاسی شود. این بهره‌برداری سیاسی را خلقی‌ها و پرچمی‌ها کردند که بعدها شعرهای مثلا آوازخوانهای صفدر توکلی بود که میخواند آهنگهای هزارگی میخواند، اما این بهره‌برداری سیاسی بود. در اون وقت طرزی میخواست که مردم افغانستان متحد شوند. زیاد شهر نمیتونم کتابی در مورد طرزی و سراج الاخبار نوشتیم که موقعیت مساعد پیش آمد در لندن که کتابخانه بسیار بزرگی وجود دارد به نام بریتیش لایبری، و ما در اینجا تانستم که نسخه های اصل سراج الاخبار را پیدا کنم و در اون چیزهایی که جلب توجه کرد به مثلا سراج مثلا طرزی و اسلام مدرن یا مدرنیزه در اسلام تا چی اندازه میتونه که اینها موازی با هم پیش برن، و بعض عنوانهای دیگر که در این کتاب آمده و یکی هم همین عنوانی بود که بردن شعر در میان مردم. امیدوار هستم در نشست آینده بتانم که کتابم برای شما بیارم و خوشحال میشم که دکتر صاحب محترم و استادان دیگری که در اینجا هستن در مورد این کتاب برای من نظر بدن. دوست محترم چیزی در مورد بودن خود در امریکا اشاره کردن. من شعری دارم در مورد غربت، اگر اجازه تان باشه مختصر اینه فقط برای دو دقیقه میخوانم. چون من همیشه با سازمان ملل کار میکردم و در یه آخر هم در یک کشور کوچکی به نام بلیس کار میکردم پیش از وفات پدر اینجا آمدم. بعد از اینکه من به انگلستان رفتم در سال 1984 همیشه آرزو داشتم که پس به وطن برم و خدمت کنم، و بالاخره بعد از سقوط طالبان من به افغانستان رفتم. راستی بار اول بسیار خوشبین بودم به اوضاع، اما در آخر همین سال 2008 که برای اتحادیه اروپا کار میکردم تصمیم گرفتم که دیگر نرم، و بار اول من متوجه شدم که انگلستان خانه ما است. عجب چیز بر آدم اتفاق میفته. چرا وقتی که بار اول من گنجینه طلا تپه را در موزیم برتانیا دیدم، راست بگم براش مصادقانه میگم مثل همین برادر صادقانه گفت،
هشت به چشمای آمد که گنجینه طلاتپه را ما در موزه برطانیه میم. حالا شکر میکنم خدا شکر که در اینجا هست که این مسئول است. باور میکنم نمود یک چیز برمیزد. اما ده سال اولی که در انگلستان آمدم امی بیگانگی را با مردم برطانیه احساس کردم و من امی شعرم بخوانم. و انسان در حال تکامل است و تغییر میخواد. عنوان از این شعر است بیگانم. آسمان این دنیا آسمان بیگانه، بیکرانه میبینم ناکران بیگانه. هم خجلت پروازم این جمله فضای اوست، هم خجلت بنشستن آشیان بیگانه. با چشم مرا گوید که این خانه نجای توست، عالم زبان دارد بی زبان بیگانه. در رواق این گلشن هر طرف که میبینم، شاخ سرزنش دارد ارمغان بیگانه. تا به ابروی خوبش لحظه نظر دوزم، تیر طعنه میبارد از کمان بیگانه. در طینت من یاری هم خواهش دلداری، بی تفاوتی بینم در روان بیگانه. از طناب گلهایش عطر غصه میبارد، خار دشمنی دارد ارغوان بیگانه. قصه های من لیلی، شعرهای من فرهاد، افتراق هم دارد داستان بیگانه. بر قامت پیر آن مهربانی افسرده، ناجوانی میبینم از جوان بیگانه. این دهه به مهجوری، قسم گفتم ده سال گذاشته بود مرحبادم. این دهه به مهجوری میگذاردم امسال، راه خانه میخواهم از ستان بیگانه. خنجری بود مهرش میدرد رگ جانم، خنده نیش ها دارد از لبان بیگانه. خون شرقیم گرم و لطف شرقیم بیحد، جان من همم مهر و کینه جان بیگانه. غربت و جفاهایش با کمال بیشرمی، میدرد دل ریشم با سنان بیگانه. در میان این دشتم کوره بسر بردن، همراهی نخواهم زین کاروان بیگانه. بی خودی همه عمرم صرف ملک غربت شد، بی خودی بسر بردم در میان بیگانه. آسمان بیگانه، بیکران بیگانه، آشیان بیگانه، آب و نان بیگانه. باغ فطرتم اکنون بی تراوت افتاده، بی تفاوتی دارد باغبان بیگانه. از خودی جدا گشتم، از خودی سوا گشتم، نی بسان خود گشتم، نی بسان بیگانه. عطر بوی یاری را کی شنیدم عمری، بوی دیگری دارد بوستان بیگانه. در مذمتش آره هرچه گفت می زیبد، ای چونین بیگانه، ای چونان بیگانه. بسیار مقبول، بسیار مقبول. مال یک شما مقبول بود چهر شما، البته از مجموعه اشعار شما خدا ظریف رحمت کنه حاجی صاحب، برای ما اینجا یک تحفه آورده بودن. ما هنوز هم دارم اونا را و این طب روان شما و این احساس نیک شما برای ما امیدواری دیگه است که انشالله یک روز شما هم در ردیف شعرهای بسیار با احساس هستید و این برای ما افتخار است. باور بکنیم موجودیت از تو جوان است، تو جوان است، ما را امیدوار باشیم. بر صورت ما نقل آخر مجلس ما مثل همیشه برای آقای توخی است. تنها بادامش مونده شیرین و ناکل. من انشالله امیدوار هستم شما داشته باشین. ما آینده انشالله با 15 یا 16 یک مجلس بوک ساینینگ داریم و کتاب جدیدی که به نام گلهای زیر باران چاپ شده و فقط به خاطر گفتم که آدرس جدیدی تانه بر ما بتین که با بود برتان روان کنم. قصه از این شعری است که هنوز میبینین که چطلی نیست است. امی شنبه گذشته خانمون گفت که ما میخوایم یک جای برم، اما ما والا پایم درد نکنه، شونیم درد نکنه، بیچاره درد داره زیاد داره. چون این در طرف ساکرامنتوس
مرا درایف کم اونجا خان کو و اونجایی که میریم به خاطر یک مدلس است و او در یک تمپل اون دو هست یا در یک عبادتگاه اون دو هست اونجا مفتم خوب میرم اونجا که رفتم از موتر پان شد گفت که بامان خدا مفتم نه بامان خدا نه تا لحظه آخر که باشی اینجا ما امرایت است خب ما رفتیم داخل ازی چیزهای نو ما دیدم اولی که در حدود 500 اون دو با اطفال خود بود خدا شاید است از اینجا تا اونجا تا ساعت 4 بجه شما آواز یک طفلشان نمیشنید دوم موضوعی که دیدم اینا به اندازه به عبادت خود و با خدای خود احترام داشتن که حالا بازم بر شما شرمید و جانب دیگه از نگاه کمک همی دستگاهی که کمک بکنه به مردم بیچاره اون دو یک سالون بود به اندازه چهار چند از این اتاق بزرگ در گوشه از این فقط پرده ساخته بودن تقریبا 12 دکتر و هر کس در اونجا غرفه داشت و این مردم میامد به ترتیب این مردم ها رمایی نمیکدن فشار خونشان هم میگرفتن خونشان هم میگرفتن از خاطر کلسترول از خاطر دیده خانم درباره دیابتیس درس میدادن رفته بودن از طرف خود فریمان خب ما اونجا موندیم و ما به اصطلاح که پرسان میکردن یکان چیزی چون خوانده بودم جواب میگفتیم در قید از اون خانمه صدا میکردم بیا ایجا که من میگفتیم این نمی آمره من سرچ که گفت خب خلاصه ما خانمه گفتم که خب من میبینم اونجا یک تعداد نفر دعا میکنن در داخل امو عبادتگاه از یا میره من میره اونجا ببینم که چی دقیق است اونجا که آمدم از راه پشت اول که آدم میخواست در راه یک دو تا نل بود بوتای خودم میکشیدن در یک اتاق بود میماندن ایک نفر نبوده اونجا بود تانه میماندن پس که میماندن به اون شکل که بود در حدود 500 نفر آدم مدرامت دو نلعه بودی نلعه آواز میکنن فقط این نوکای پنجه خود تر میکنن داخل تمپل مدرامت داخل از یه عبادتگاه که در آمدین روی زمینش فرش سنگ اما دوره یک سنگ نسواری که به مو حرکت میکنن و بوتای زیادی دی داخل بود. جوان و پیر خب ما امی کل بوتار رفتم سیر کردم بوت اول را که دیدم در غرفگک بود درون ازی و ای چیز سبزیجات از بانجان و از پیاز و از گفته مردم خصوصا مرچ های کلان رنگ رنگ دور گردن ازی تمام اتاق بار و یک بچه جوان تقریبا 18 ساله اونجا استاده دعا میکنم من پرسان که گفتم که چیز خدای چیز گفت که هر چیزی که ما مشکل داشته باشیم همین مشکلات ای از پیش پای ما دور میکنه ما برای ازی دعا میکنیم مردم خوب از این رتی شدم یک جای دیگر که دو بوته در اتاق قلف کردن پیش از روز یک جای دیگر یک دختر و یک بچه بود بوته ایشکشان بود یک جای دیگر دور میگرده اینا اما در هر جای از این نفر که استاده خدا شاید است پیر یا جان خصوصا من تعجب از جوانهاش کردم که اینا به می فکر که رفته شما میفهمید همون که میگه که اگر صد کارت بزنی یک قطره خونش چی حرکت نمی او تو غرق هستن و یه درس عجیب غریب به ما داد درسی ای که ما متاسفانه در مسجد که میریم دو نفر شده قصه تجارت خود میکنن به آواز بلند با میدی یک احترام صحیح به خدای واقعی خود نداریم طوری که لازم است و اینجا که ما رفتم ما چیزی که ما را زیادتر متوجه ساخت ما یکی که آمده میشه نوشته کنیم همی که ما ایران مردم زیاد نبودم ما ایران خود بود بودم کی بود چی جواب دادن به این مردم که قدر چیز میخواه از اینا لازم نوشتم از زبان بود نیم من آن بود سنگ که باشم رام رام تو ای بود به مو نفر که ساده میگه نیم من آن بت سنگی که باشم رام رام تو خدایم خانی و من بی خبر از حرف نام تو با دورم گردی و گردی نبتوانم که برخیزم با دورم گردی و گردی نبتوانم که برخیزم خدا جانم دهد جانم برارت کاش کامید مرا گل بر سر اندازی نهی آبم به جام زر مرا گل بر سر اندازی نهی آبم به جام زر
ز لطف او شراب زندگی خواهم به جامعه تو. پس بت بر خدا دعا میکنم، اگر خاکم اگر سنگم، خدای ما به جز او نیست. اگر خاکم اگر سنگم، خدای ما به جز او نیست. با او رو کن چو من، تا پخته سازد فکر خامه تو. بت به نفر بگم، با او رو کن چو من، یعنی خود بت هم به خدا رو داره، تا پخته سازد فکر خامه تو. با عقل و هوش تو نازم، که دل از سنگ میخواهی. با عقل و هوش تو نازم، که دل از سنگ میخواهی. اسیر قسمتم افتاده ام در قید دام تو. تو اسیر من نیستی که من سنگ هستم پرستش می‌کنم. من اسیر تو هستم. من تو رو چی جواب بگم؟ تو را بود برای نفر گفت و حال ما که همونجا استادیم بود ما را مخاطب قرار میتیم که تو را او ساخت با روح و روان، تو را او ساخت با روح و روان و زندگی رهبر. ز پیشم می روی و من نگه بر گرد گام تو. بلند از آسمان، بلند از آسمان بکشای با من راز دل سنگی. بلند از آسمان بکشای با من راز دل سنگی. بلند از آسمان بکشای با من راز دل سنگی. که انجم حس افتاده چو گرد خاک بام تو. دوم دفعه دیده نشد. بخیر بریم سر. اللهم كل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييت منا فهي للاسلام ومن توفيت منا فتاف على الايمان. خداوند داشته غلام سفان از زیر بیان و زهر خدمت بکنم با شکر که بجایشان بهترین یک دانشمند همراه پسر اجمندشان شناخته و معرفی شدیم. خداوند حال احوال همه ایمار و خیر داشته باشم. شما اوفا بودیم لیلالله انالله حسین. نسل جوان انعنه بسکشی ورزش نسل جوان رسمی نیا کان ما تا بابت جامدان. رسمی نیا کان ما تا بابت جامدان. انعنه بسکشی ورزش نسل جوان رسمی نیا کان ما تا بابت جامدان. به نسل عصر آزر می سرایم چاپ انداز ماهر می سرایم. به نسل عصر آزر می سرایم ز چاپ انداز ماهر می سرایم. شکر و سیف و دین را یاد کرده به خیری و به نادر می سرایم. شکر و سیف و دین را یاد کرده به خیری و به نادر می سرایم. می سرایم می سرایم انانه بسکشی ورزش نسل جوان. انانه بسکشی ورزش نسل جوان. رسمی نیا کان ما تا به بچه ها می دانه.
رسم نیاکان ما تا به بچه دان انعنه بزکشی ورزش نسل جوان رسم نیاکان ما تا به بچه دان فقیر جوز جانی لال کماندان کمال و نور و دین و فیض چوپان فقیر جوز جانی لال کماندان کمال و نور و دین و فیض چوپان گلی و اکرم و یعقوب و کینجا دلاو سیف الله از پهلوانان گلی و اکرم و یعقوب و کینجا دلاو سیف الله از پهلوانان 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 رشید از پنج فولادی سخن گفت روف از کار و آبادی سخن گفت رشید از پنج فولادی سخن گفت روف از کار و آبادی سخن گفت آیات الله گپ از مردانگی زد ملنگ از فصل آزادی سخن گفت آیات الله گپ از مردانگی زد ملنگ از فصل آزادی سخن گفت آی سخن گفت آی سخن گفت بیاداریم از روی انعنه بزکشی ورزش نسل جوان انعنه بزکشی ورزش نسل جوان رسم نیاکان ما تا به بچه دان رسم نیاکان ما تا به بچه دان انعنه بزکشی ورزش نسل جوان انعنه بزکشی ورزش نسل جوان رسم نیاکان ما تا به بچه دان رسم نیاکان ما تا به ابد جاودان رسم نیاکان ما تا به ابد جاودان انعنه بزکشی ورزش نسل جوان رسم نیاکان ما تا به ابد جاودان
خازش نمی پکوار وی ولاره کبلا مرشم رازی تو کی پیلاره سو پخ پلو اینو نیم لمبی دلی پا مامو پالی تاوی دجمان غان یا بدا بینانگ ملک باغ دا آدم کرم یا بدا بیننگا مل باغ دادم کرم یا بشید پختن و خونی وی جاڑ یا مازوانی ڈاول کوید پختنوان سارا لازم زماد شام سرا دو وطن می نمی روک دلی ده تمور پشدو اوس خدمت مازر ده تنگی مان سرا ده غیرت تورا می نیولی بخبلو بود سربازی میدان دورم تورد زان سرا روح می پتن کیا سود ده استقلال سرا زمازوانی ڈول گوی ده بختنو آل سرا چا تک لاخ پر سنگر ورکوم زپ پخو پخو مالا مان سر ورکوم زمازوان تاوی کری پخو مان سر زپ پخو پخو مالا مان سر ورکوم زمازوان تاوی کری
وطن دا په دنیا کې ولر نو مو صادق زمان قربان قربان می دا ځوان شس کرت وطن خود وطن دا استقلال دی تر قیامت زمان شهادت وطن خپل نکو تا چه خبور که مسترک می زمان زمان انجام بالا سال شمد سال سران زمان زوان دول قوی دا پختنوال سران زمارو آپ ابتدا کی دامن لین دے زد وطن دشمن تا اسلاس پا سلام پنشم زمانی کنوار کی ٹکچا تا قتل لین دے حرام بنشم سوچد تنین میلان دی چچید لیم دی مقابلی دی مازدر دی سر و مال سران زمازوانی دول قوی دا پختنوال سران گرد نڑی قسم پٹنگا خبر ورکوم زپو پختو پختو نوالا بانی سر ورکوم زمازوانی دا